طی هفته گذشته شاهد حداقل 3 تهاجم به آخوندها در بابلسر، تهران و قم بودیم. امروز صبح هم خبر هلاکت یکی از سرکردگان نیروی انتظامی سراوان رو شنیدیم. همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی در استودیو. حبیب، موضوع چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ درسته، مشتبه در واقع این 3 تهاجمی که علنی شده به گوش همه مردم رسیده. درسته، یکیش همون آخوند عباس علی سلیمانی هست که عضو مجلس خبرگان بود و سالها هم امام جمعه در واقع خامنه‌ای توی زاهدان و کاشان و بابلسر بود که دیگه به دست یکی از همین محافظین توی بانک به اصطلاح به هلاکت رسید. بعدیش هم که 2 آخوند بودن توی قم روز شنبه، در واقع دیروز، اینا 4:30 صبح مورد تهاجم قرار گرفتن، مورد تهاجم 2 جوان قرار گرفتن و یکیشون که روانه بیمارستان شد و خود رژیم گزارش کرده بود که اون 2 جوان حمله کردن که می‌خواستن مامورین نیروی انتظامی رو هم خل سلاح کنن. مورد دیگه‌اش باز تو تهران بود که اینم چهارشنبه بود که یک آخوند 35 ساله، یکی از هموطنا، اونو با ماشین زیر گرفت و در واقع مورد توجه زیادی قرار گرفت. اما نکته‌ای که در رابطه با اینا می‌خوام بگم 3 نکته است. یکی این که اگه بخوام نگاه کنیم به همین 3 تهاجم فقط، این حملات با تهاجم در واقع تهاجم کاملی بود با سلاح سرد و گرم علیه آخوندهای رژیم، به قول جوونا برای خونسا کردن آخوندها. نکته دوم این که این خیلی به نظر من مهمه، این که این حملات ناشی از یه عملیات طراحی شده نیست. این در واقع ناشی از خشم مردم به جان آمده‌ای که داره خودش رو تو صحنه‌های مختلف نشون میده و بنابراین رژیم باید خیلی بترسه، چون مردم از هر فرصتی میتونن و استفاده میکنن برای اینکه بتونن به صلاح انتقام خودشون و انتقام مردم رو، انتقام 1500 شهید آبان و همینطور شهدای قیام 1400 دیگه که تو هر فرصتی بتونن بگیرن. خب این برای رژیم خیلی وحشت آوره. نکته دیگه این که علت این اقدامات، یعنی ریشه این اقدامات هیچی نیست جز همین چپاول‌های کلانی که رژیم داره طی سالیان، طی 40 چند سال از رژیم از مردم داره میکنه و جنایت‌هایی که داره انجام میده. فقط یه تفاوتی کرده الان، چون اگه یاد باشه قبل از قیام ما شاهد بودیم، بعضا شاهد خودکشی‌هایی بودیم که توی استان‌های مختلف بود. بله. الان مردم دیگه چه کار میکنن؟ نیازی نیست خودکشی نمیکنن، میرن به سالا دست به اول قاتلین و همین چپاولگران رو به سزاشون میرسونن و بعد آخه چیزی هم برای از دست دادن مردم ندارن. بنابراین بعد از قیام 1401 شاهد این صحنه ها هستیم، کمی که ما قبلا هم گفته بودیم و بارها اعلام شده تو صحنه های مختلف، تو مصاحبه مختلف، که دیگه این جامعه به جامعه قبل از قیام 1401 بر نخواهد گشت. بله. حالا حبیب، این سلسله اتفاقات همین تهاجمات این چند روز اخیر که پشت سر هم بود، تاثیراتش روی خود مامورای خامنه‌ای، به طور خاص همین آخوندهای حکومتی چیه؟ ببین، واقعیت اینه که خب خیلی روشنه، برای همه هم قابل فهمه، به خصوص برای مامورای خامنه‌ای و مامورای نیروی انتظامی قابل فهمه که همه‌شون تو وحشت فرو میرن. ولی به نظر من یه چیز خیلی مهمتر اینه که این اقدامات در واقع افتاده روی بستر، همون بستر مشی قهرامیزی که از 30 خرداد سال 60 شروع شده بود و الان داره اینطوری تو جامعه خودش نشون میده. به نظر من مهمترین درسی که مردم از همین قیام 1401 گرفتن، با اون کش و کشتارهایی که رژیم را انداخت، با اون جنایتی که خامنه‌ای کرد، همینه که تونستن این کار رو انجام بدن. البته بجز سران رژیم و خود خامنه‌ای که از این اقدامات وحشت میکنه، جریانات دیگه هم هستن که وحشت میکنن و قطعا امروز فردا با مارک ناجوانمردانه خشونت به مردم و جوانان به جون اومده از ظلم ستم 40 ساله میان مارک خشونت میزنن و میگن خشونت پرهیزی، امثال منظورم اصلاحاتی ها و بقایای سلطنت و اطرافیشونه. نکته دیگه به نظر من اینه، رژیم خیلی خوب میدونه که مردم ایران و جوانان مشخصن یه سری بسیاری از اونا سلاح دارن و به سمت مسلح شدن میرن. نکته دوم که رژیم بسیار خوب میدونه اینه که مردم فداکار هستن، علت اینه که هیچی برای از دست دادن ندارن و بعد به خصوص بعد از قیام 1401 فهمیدن که آماده هر نوع فداکاری و قیمت دادن برای آزادی باید باشن. نکته سوم هم که خب رژیم باز خیلی خوب میدونه که خشم مردم حد و مرزی نداره، به خصوص که این رژیم تجربه سرنوشت ساواکیا تو انقلاب سال 57 رو هم خودشون به چشم
دیدن که خشم مردم دیگه جلوش نمیتونن بگیرن. نکته بعدی هم این که رژیم باز میتونه که برای این همه سوژه هایی که داره حفاظت کافی نداره و هر فرد میتونه برای یک عملیات خودجوش باشه برای مردم. نکته دیگه که به نظر من این سه تا اقدامی که این هفته شاهدش بودیم اینه که پیامی داره برای بقیه جوونا و ایرانیا. در واقع مردم اینطوری به پیش بعد از قیام 1401 دارن علائمی نشون میدن که دارن میرن به پیشواز با این علائم به پیشواز قیام 1402 که خود رژیمی ها میگن خیلی از این اصلاحاتی ها هم میگن که قیام بعدی که میخواد شروع بشه اگه بشه بسیار آتشین رادیکالتر هستش. ضمناً به جز این مگه بخوام بگیم خوبه که بخوام بگیم وضعیت جامعه الان چجوریه. همین امروز صبح توی سراوان بودیم که امروز پاسدار جلیلیان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان سیستان و بلوچستان اومد گفتش که یه خبر داد از هلاکت علیرضا شهرکی. این فرد یکی از منابع محلی هم نوشته بودن که یکی از چهرهای اصلی سرکوب مردم بلوچ، مردم دلیر بلوچ توی این استان هستش که امروز این در واقع به هلاکت رسید. این پاسدار جلیلیان اومد بعدش هم تسلیت گفت به خامنه ای و اوضاع وضعیت رژیم، مامورای رژیم، مامورای انتظامی، مامورای سرکوبگر خامنه‌ای به قدری در وحشت فرو رفتن که امروز مطلع شدیم که یه اکیپ از استانداری رفتن به سراوان، دو اکیپ دیگه از نیروی انتظامی و آگاهی استان و همینطور یه اکیپی از اداره کل اطلاعات استان رفتن سراوان که ببینن تحقیق کنن که چه باید کرد سر این موضوع. امروز بعد از ظهر هم یه جلسه تحقیقات با حضور فرماندار سراوان تو اونجا برگزار شده. نکته دیگه هم که بخوام باز وضعیت جامعه رو بخوام بگیم که الان تو فایتایی که خودت گفتی و تو صحبتی که کردیم و همینطور خبر سراوان که امروز صبح گفتیم خوبه که بریم. یکی از رسانه‌های رژیم من دیدم یکی از کانال‌های متعلق به رژیم بود ببینید وضعیت جامعه رو چجوری میگه. این اومد فقط توضیح داده از عملیات کانون شورشی نوشته. ببین من همینو میخونم براتون. نوشته که امروز نوشته بود شب گذشته یک گروه از مجاهدین خلق، نوشته گروه تروریستی، گروه هک منافقین، با خمپاره به لشکر 16 عملیاتی نیروی قدس سپاه حمله ور شدند. با توجه به عملیات پی در پی اینها تقریبا این طرف نگاه کن تقریبا هر شب به مراکز حساس از جمله پایگاه‌های بسیج و سپاه یورش می‌برند. خب این تناقض داره، میگه گروه هک هر شب تو سراسر ایران. پس حالا بعد نکته بعدی نوشته روشنه که مجاهدین بار دیگه فاز تهاجم‌های انفجاری علیه نظام کلید زدن و میخوان همون کاری که دهه 60 کردن، یا خامنه‌ای میگفت خدای دهه 60 تهدید میکرد، حالا دارن میگن. در واقع یادته که خامنه‌ای مدتی پیش یه ماه پیش بود گفت سیلی زدیم و جلوی قیامو گرفتیم و سیلی هم خواهیم زد. در واقع این الان نگاه کن همین خبری که الان صحبتش کردیم، اینا سیلیایی که مردم و جوونا دارن به خامنه ای میزنن. بعدش هم اشاره کرده که تجربه خیره‌سری مجاهدین، منظورش اینه که مجاهدین خیره‌سری به زبان خودشون میگن که مجاهدین چون عهد کردن تا بند از بند این رژیم جدا نکنن دست بر نمی دارن، 40 سال پاشن وایسادن، تنها جریانی که ایستاده. نوشته این تجربه خیره‌سری مجاهدین نشون میده که چنان خصومت دیرینه با نظامو بعد ارزش‌های امامو، منظورش خمینی دجاله، و شخص معظم رهبری دارن که به چیزی جز براندازی و در نتیجه محروم کردن مردم از رهبر فرزانه به جز این راضی نمیشن. این که اینم به نظرم راست میگه، نیاز به هوشیاری هم بله. چیزی هم نداره. با درود به این کانون‌های شورشی و با تشکر از حبیب که در این گفتگو همراه ما بودی. خواهش می‌کنم.